بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و خیر مقدم و عرض خسته نباشید داریم خدمت تمام محصلین و دانشپژوهان عزیز در مبحث جلسه سوم درسی جراحی اطفال از پنتون طبی جامی، انشاءالله در خدمت ها بوده. در ادامه مبحث انماله هایی که ولادی تف یا نخای دماغی، میرسیم به انیمالی بعدی که عبارت از هیدروسفالوس باشه. هیدروسفالوس اول تعریف کنیم، عبارت از تجمع زیاد از حد مایع CSF در داخل بطنیات دماغی که میتونه به دو سبب به وجود آورده باشه، یا ای که در جذب مایعات CSF در داخل سبب ارکنی اسپیس چیکار میشه، کم میشه، یا ای که در افرازات از این توسط پلاکسیس کلوئیدوس چیکار میشه، افزایش صورت میگیره. این دو عامل میتونه سبب به وجود آمدن هیدروسفالوس باشه. از نظر اسباب که چه چیزا سبب از میشه اونا متفاوت میباشه. اگر به شکل عمومی تقسیم بکنیم به دو شکل است، کانجنیتال یا مادرزادی است و یا شکل اکوارد یا فسبی است، که هر کدام از اینا باز به دو شکل تقسیم میشه، یا شکل کامونیکیتد هیدروسفالوس یا نان کامونیکیتد هیدروسفالوس، یعنی ارتباطی یا غیر ارتباطی. به شکل اکوارد هم همین شکل، کانجنیتال اکوارد هیدروسفالوس و نان کامونیکیتد اکوارد هیدروسفالوس و یا نان کامونیکیتد اکوارد هیدروسفالوس یاد میشه. موضوع مبحث اصلی عبارت از کانجنیتال هیدروسفالوس است، یا اما هیدروسفالوس که به شکل مادرزادی نزدیک طفل به وجود میاد، عبارت از تشوش ولادی هست که در ای در ممکن است آفت در جذب مایعات، ما طوری گفتیم که توسط سب در قسمت سب ارگنیاد الاسپیس توسط خود سی اس اف توسط ارگنیاد ویلی چکار میشه، جذب میشه. در هر علتی که سبب تشوشات در همین جذب صورت بگیره، این سبب به وجود آمدن یک هیدروسفالوس میشه، یعنی مایع به شکل مایع سیسه به شکل درست جذب میشه، یا ای که بندش در مسیر جریان خود مایع سیسه به وجود بیه که میتونه سبب به وجود آمدن چی شوه؟ هیدروسفالوس نزده مریض شوه. این آفت یا هیدروسفالوس معمولا با انوماله های مترافقه چون مننگوسل یا سیسف ابستراکشن که در اثر خود از جمله اعراض علائم نیورال اکسس هستن یا نمیتونه چیکار کنه همراه باشه معمولا، و اعراض علائم دیگه نظر به پیشرفت ساهم امکان داره، انوماله های دیگه نیست ممکن داره موجود باشه، ولی کمتر و بیشترین موضوعاتی که از نظر آنمای ها مترافق هم ذکر کردیم عبارت از مننگوسل هستن که بیشتر در نزد مریض ها البته ممکنه اسپین بایفیده اشکال مختلفش نزد نزدی مریض ها موجود باشه. سبب عمده ای که هستن معمولا از عدم انکشاف یا رشد یا به حساب به وجود آمدن خود سیسف پتویست یا مسیر جریان خود سیسف که میتونه در قسمت ناهی بزل سیسترنا استینوز یا بندش موجود باشه، یا ای که تنتوریال هیاتوس که بطینات رو به هم ارتباط میده چیکار بکنه بندش موجود باشه، یا ای که استینوز بسیار شدید وجود داشته باشه. به طور مثال در مریضان النونچیل ملفورمشن چون خود بطینات در این شکل مریضی نسبت به فرامین مگنوم که هسته پایین تر قرار گرفته، به همین خاطر سبب میشه که تخلیه مایع CSF به صورت واضح و درست صورت نگیره، در نتیجه سبب تشکل چی شود؟ هیدروسفالوس شود. خب یا در صورتی که یک چی باشه خود قسمت استینوز یا بندش در به شکل مادرزادی در اکوادوکتوس اف سیلویوس به وجود آمده باشه، از نظر آناتومی اگر انشاءالله به آناتومی دماغ یا مغز محصلین عزیز مراجعه کنیم میتونیم اینا رو پیدا کنیم واضح به شکل شیما در اطلس میتونیم ببینیم، میتونه سبب به وجود آمدن چی شود؟ استینوز یا بندش که در این اکواداتوس اف سیلویلی به وجود بیاید ممکن درست که سبب به وجود آمدن یک هیدروسفالوس شد، و همچنین به شکل غیر نرمال بسته شدن یا تنگ بودن خود
قنات های بین البتینی و به شکل عموم اگر ذکر کنیم میتونه از جمله اسباب عمده تشکل کانجینیتال هایدروسفالوس نزد مریض باشه. طوری که به شیما هم میبینیم این یک نسج نرمال اگر تنگی در نظر بگیریم که خود بوتینات رو نشان میده به شکل واضح اونو چی هست، ولی در شکل ازی اونو معمولا چی هستن، اونو خود اندازه رأس هم کلانتر است و در این حال بوتینات چیکار شده مملو از مایع سی اس اف و اونو پر میشن. این رسیم به موضوع کلینیکال فیچور یا اعراض علائمی که یا در افراد کلینیکی نزد مریض وجود میتونه وجود باشه. معمولا به شکل واضح و گرس این طفل رأسی از این طفل که معمولا در زمان ولادت وقتی تولد میکنه بزرگ هستن، بعضا حتی به حدی بزرگ است قبل از ولادت هم که سبب یک لیبر ابستراکشن میشه یا اینکه نمیتونه سبب جلوگیری چی سبب ولادت نرمال در زمان در آشوا که مجبور میشن دکتر صاحب مریضا رو سزارین کنه تا طفل دیر شه. بعضا بعض ولادت زمان ولادت رأس بسیار کلان نیست و به مرور چیکار میکنه به سرعت اندازه رأس کلان میشه نسبت به حالت نرمال و طوری که همون قبلا ذکر کردیم از 37 سانتی متر میتونه قطر ازی کلان تشه. از نظر واضح ما اگر از نظر فیزیکی ما معاینه کنیم میبینیم که فانتانیلی که در قسمت قدام رأس وجود داره قبلا هم تشریح شد چیکار برجسته یا بلج او یهی که در بالای رأس قرار داره کلن متوسط و برآمده یا متبارز هستن. سچوره ها یا که بین اوزان وجود داره کلن از هم واید و دور هستن و سنست آی نزد از این مریضا وجود میشه. چشم از حالت مثل چی قرار داره که حالت برآمدگی بیشتر قرار داره و چشم ها پلکا بالای چشم افتیده داره بیا می سنست آی یاد میشه این خاطر وجه یا روی مریض نظر به همون آفت که تاوی که میبینیم اگر از خودم متاسفانه عکس حالت چیر داره که اونو مثلثی شکل به خود میگیره به طوری که مثلا قسمت رأس کلانتر قسمت زنخ یا چانه هیچ کار خورده به این شکل تقریبا شکل مثلثی رو به خود گرفته. اندازه رأس گفتیم نسبت به سر کلانتر و می خاطر نزد مریض از این مریض ها معمولا چی کار کرده خود نیک یا گردن استابلیتی یا توانایی خود از این چیره حفظ سر نداره و به همین خاطر این ما میتونیم تحت عنوان چی یاد کنیم که یک نزد از این مریض ها یک چی وجود داره امی انستبل نیک وجود داره یا غیر قادر به این نیست که بتانه وزن سر طفل کنترل کنه به امیر ساس. در زمانی که ما دکتر سیبا کلن و تمام ما و تمام دکتر سیبا به مادرانی که اطفال مصابه هایدروسفالوس دارن توصیه اکید و جدی میشه که در قدم اول به خاطر حمل و نقل و انتقال و بالا کردن رأسی طفل باید یک دست خود از سر مریض قرار بده. نزد از این مریض ها معمولا خود اندام های اولوی نسبت به اندام سفلی کلانتر هست، پاها اندازه سایز خورتر داره، بعضی وقتا پچولوس انوس یا برآمده بودن خود یه موقعی انوس نزد مریض ها موجود است. در صورتی که آفات پیشرفته باشه مایه سی اس اف و بوتینات در داخل بوتینات تراکم بیشتر کرده باشه سبب فشار بالای نسج دماغی شده باشه و مراکز دماغی حرکتی را سایکوموتور را موضوع معروف کرده باشد میبینیم که نزد از این مریضا متاسفانه پارالایز هم وجود داره. همچنین در اشکال پیشرفته نظر به آفتی که وجود داره نظر به مراکز دماغی که بالش فشار وارد میشه و از رشد انکشاف از نجلوگیری میشه نزد مریضا امکان داره که یک حالت تأخرات تشوشات عقلی عصبی روحی نزد مریضا وجود باشه و همچنین میتونه تشوشات بینایی یعنی عدم توانایی دید در مریض به وجود بیاید نابینایی و البته در صورتی که به مراحل اول زودتر مداخله شه امکان داره با برطرف شدن فشار اگر به شکل کامل از بین نرفته باشه میتونه این اعراض یاده شه. و موضوع دیگه که میتونه در اثر خود بالا رفتن اندازه بوتینات بالا فشار امکان دارن فشار داخل قفی در مریض وجود شه و به وجود آمدن اعراض علائم فرط فشار داخل قفی که بالا تسمون استفراغات متواتر یا حملات کنولژن و آرامی و همچنین اون تخرشیت نزد طفل مراحل اول موجود باشه و بعدا این فرد فشار داخل قفی میکن داره سبب حتی مرگ مریض شد چون سبب فشار آوردن بالا انساج مراکز عصبی دماغی میشه مثل مراکز تنفس مراکز قلبی را سبب میتونه سبب مرگ طفل شد و همچنین فرد فشار قاف میتونه سبب آسیب دیدن داخل خود انساج دماغی
و در این حال تشوشات بعدی در سنین بالاتر نزد مریض یا طفل به وجود بیاد. از نظر کلینیکال فشار کامل به شکل واضح تشخیص شد. میرسیم بر تشخیص هستیم. در برای تشخیص مریضات میتونید توسط معاینات فیزیکی با اندازه کردن رأس، با جس کردن فانتانیل، با اونو که بلد هسته، با دیدن باز بودن سچوره ها به تشخیص برسیم. بهترین گاید و تشخیصی که میتونه بیشتر ما را کمک کنه در تشخیص موجودیت هایدروسفالوس، جنس کردن خود قسمت سچورایی که در قسمت بالاتر از گوش قرار دارد. این سچورا اگر ما اونو اسکوم پرتل سوچر اگر ما با اونو جنس کنیم در صورتی که باز باشه، دلالت به این میکنه که مریض ما مصاب به هایدروسفالوس است. حتی طفلایی که امکان داره در مراحل اول تاسه بهش دکتر سوم مراجعه کرده باشه و هیچ گونه رأس خونو به حد واضح و آشکار کلام نباشه، اما وقتی به موجودی که ما جس کنیم نزد مریض معمولا میتونه چی وجود دیده شوه که این مریض ما اونو اگه سچورا باز باشه دلالت میکنه که ما اونو به هایدروسفالوس مشکوک شویم و معاینات متممن از مریض اجرا کنیم. در اسکال التراساوند معاینه ارزان و ساده ای هست که میتونیم در مراحل اول چون فانتانیل باز است از مریض انجام بدیم و موجودیت هایدروسفالوس رو براحتی تثبیت کنیم. اکسری سچوره ها رو فقط نشان میده که متوسط هست، از هم دیگر دور هست و سیت اسکن بهترین معاینه بعد از نظر اونو قیمت و اونو فسیلیتی هست که قابل دسترس هست. ما میتونیم بر اساس از اون موجودیت هایدروسفالوس رو تثبیت بکنیم. البته که اینا خوبیش بگیه که کدام بیوشی کار نداره، مریض به حالت عادی میتونه یه انجام بده و قیمت هاش هم متاسفانه مناسب تره. اما MRI بهترین معاینات دیگه ای هست که میتونیم ما نزد مریض انجام بدیم که البته تفاوت شیخ چون باید مریض بیوشی بگیره و قیمتش هم بالاتر از اگنادار مشکل داره. اما ما را در تشخیص آفات مترافقه، انکشاف انساج و مراکز دماغی چی کار میتونه بیشتر کمک میکنه؟ آیرو انسفالوگرافی، ایزوتوب سیسترنوگرافی، معاینات دیگه یه که معمولا نزد مریضا صورت میگیره که متاسفانه در افغانستان وجود نداره و ما در افغانستان به اساس معاینات فیزیکی التراساوند و سیتیسکن بتنیم ولی که امارای هم وجود داره. اینا چی کار کنیم؟ تشخیص کنیم. خب تداوی ازی تداوی هایدروسفالوس به شکل عمده بهترین تداوی اساسی جزئی از عبارت از عملیات جراحی است. البته در صورتی که ما اون مشکلات وجود داشته باشه نتونیم عملیات انجام بدیم، ان شاء الله در بعضا هم در موضوع استدبابات عملیات خاطر ذکر کردیم که در چه حالات ما لازم نیست که عملیات کنیم، عملیات نتیجه نمیده، ان شاء الله بعضا مطرح بحث خاطر کردیم که تداوی طبی از باشه. به طور عموم هدف از تداوی یا هدف از عملیاتی که نزد مریض صورت میگیره عبارت از باز کردن بوتینات آتی که باز کردن خود فوهه یا مسیر مجرای بین البوتینی است که این به دومت صورت میگیره، یا انتراکولوستومی است یا انتراکولوسیستومی است که خودش به تو شکل انتراکرینال شانت انجام میشه یا اکستراکرینال شانت. معمولا در افغانستان نظر به امکانات موجوده که هستن ما تنها اکستراکرینال شانت را انجام میدیم که او هدفش عبارت از خود چی هست؟ باز کردن مسیر دومی یا ثانوی برای با تخلیه مایع سی اس اف هست که جلوگیری از تشکل یا پیشرفت هایدروسفالوس نزد مریض صورت بگیرد. که معمولا در صورت اینترکرانیال ما شند در صورت به متد اجواف مختلف ما میتونیم از مریض انجام بدیم. در صورت اینتراکرانیال البته ما هدف در این صورت است که خود هر دو بوتینات رو ما چیکار کنیم، یا بوتینات لترال و بوتینات هر دو بوتین دیگر رو چیکار کنیم، با هم هر دو بوتین لترال با هم ارتباط بدیم که در حقیقت با عملیه اجرای وینتریکول سیستکونومی کاتتر در داخلات کاتترایی که معمولا از پولیتیلین هستن در بین هر دو بوتین و قرار میدیم، یا ای که و همچنین میتونیم هر دو بوتین رو با چی سیسترن و مگنو چکار کنیم وصل بسازیم و یا بوتین سیم رو با بازل سیسترنا چکار میکنیم ارتباط میدیم توسط همین عملیاتی که انجام میدیم و ای طوری که اینجا میبینیم ما در حقیقت خود بوتینات رو چکار میکنیم با هم ارتباط میدیم
و سبب ای کانولا یاشان که آورده خدا که ما داشتن شیم آورده باشیم بیتونیم بر سر ما فرو شد. میبینیم بوتینات رو چکار کرده، بوتینات لترال رو، هر دو بوتینات جنبی رو به هم دیگه توسط از این شانتی که اونا گفتم پولیتیلین هست چکار کرده ارتباط داده. یا بعضا امیتود های عملیاتی لپارسکوپیک هم وجود داره که این هم از شکل ملیتیمن در این صورت هم اونا چکار میکنن خود امی به این شکل یک شانت امیتود دیگه یه که میتونه نزد مریض اینجی کنولار میبینیم که دو بوتین چکار کرده به هم ارتباط داده یا به این شکل این به این شکل چکار میکنه بوتینات را شکل سرکلاب یا به شکل از این شکل میکنه انا شکل کنولای مستقیم نزد مریض انا مداخله شده و ارتباط بده به هم دیگر. خب این موضوعاتیه که فعلا زیاد بحثش لازم نیه. موضوع بعدی که بیشتر معلوم معمول هست در اهل افغانستان عبارت است تداوی جاری توسط شنت اکسترنال هست که در این عکس میبینیم. شنت اکسترنال طوریه که ما میتونیم بوتینات دماغی را که در اون مایع سی اس اف به حد غیر نرمال تجمع پیدا کرده به یک از اجوافی که در اعضا وجود داره در بدن وجود داره تشخیص کنیم که یا میتونیم خود بوتینات را به داخل اتریوم یا دهلیز راست قلب ارتباط بدیم توسط شنت مخصوص یا میتونیم همین شنت را از داخل بوتینات را به داخل پیریتوان یا پیریکارد و یایی که و داخل فلورا میتونیم اونو به وجود بیاریم. متدای دیگه وجود داره بعضن اونو متدای که میتونه خود همیشه انتر در داخل اونو خود اونو کلیسای اونو کلیوی نیست اونو میتونه چیکار آدم تخلیه انجام بده. متدیه که بعضن هم اونو از این استفاده میشه. اما معمول ترین متدی که معمولا در افغانستان اونو با کشورهای جان سوم اونو معمول هسته عبارت است همو کورل پیریتونیال شنت هست که به داخل خود پیریتوان چکار میشه شنت ارتباط داده میشه با منترکل یا خود بتینات و سبب جلوگیری از خود چی میشه تجمع بیشتر از حد مایع سی اس اف میشه و در شکل قلبی عظیم هم مؤثر است. اما نظر به اختلاطات و تحوی عملیات سختتر اینا کمتر استفاده میشه و پیریتونیال شات اونو انترکور وی پی شانتازی بیشترین معمولیت را یعنی استفاده داره. متد تورشه که ما شق در ناحیه لاترال متوری که در عکس می‌بینین اجرا میشه. می‌بینین اینجا شق به شکل نیمه هلالی بالای دست انجام شده، اسکالپ انجام شده. بعد اوزان برداشته میشه، شنت مبادله ساعت تطبیق میشه. ما شنت های معمولا در که در افغانستان هست یعنی ما یک حالت چی داریم؟ رزروایر یا مو در این قسمت وجود داره که ما با پنگ یا پمپ هزی هسته در قدم اینجی ما با پمپ کردن در این ساحه ما به مادر مریض روزانه 3 دفعه میگیم توصیه میکنیم و بعد از طریق تحت جلد به این شکل که ترشی مومده میشه شند میواد داخل قسمت بالای کبدی است قسمت زیر اگزوفید یعنی میجی یک شد کچک انجام میده داخل بطن انتقال داده میشه. در این شکل بطنی باید اندازه شند کلانتر باشه تا با افزایش رشد سن مریض و اندام مریض شنت ما نسبت به حالت نرمال کوتاه‌تر نشود. خب هر عملیاتی گفتیم از خود اختلالات داره. اختلالاتی که امکان داره نزد مریضا بعد از اون عملیات به وجود بیاد نزد به موقعیتی که شنت ما تطبیق کرده متفاوت میشه. یا انتروینتریکولار شنت اگر اون اتریوم اگر باشه یعنی در داخل دهلیز صورت بگیره در این صورت اختلالاتش امکان داره یک اون بسته شدن خود شنت که در داخل اتریوم دهلیز وجود داره توسط کلات‌های خون به وجود بیاد. میتونه انفکشن اندوکاردیت را مایوکاردیت و یا همچنین امکان داره کاردایت سر نزد مریض به وجود بیاره و یا بعضا حتی میتونه از جمله اختلالات کاردیوکاریست یا ایست قلبی از جمله اختلالاتی باشه که در اثر اگر مایع سی اس اف به حد زیادی داخل بوتینات بیاد بوتینات حجم و یک کلانتر میشه و بعضا توانایی پمپاژ نداره به خاطر سبب میتونه ارست قلبی شه. وی پی شند یا وینترکولور پیریتوینل شند متد دیگه یه که ما ذکر کردیم که معمولا تن طرف انسانه در این صورت اختلالات مختلف وجود داره نظر به موقعیتی که در کدام قسمت طرف یا رأس ابتدا یا به حساب دنیت های سر بوتینی یا سر بطنی از این اختلالات به وجود باشه متفاوت است. اما در اختلالاتی که مربوط به داخل بطن میشه امکان داره خود همیشن توسط اومنتوم
اونا سیل شده و کنگ شده باشه یا که سیل شده باشه سبب بندش شان شده، امکان دارم سبب عفونت یا نسج دماغی منینجایتیس فالایتیس نزد مریض به وجود بیاید، بخاطر اینکه داخل پریتون مثلا اگر مریض کدام آفت دیگه داشته باشه امکان داره به وجود بیاید. پریتونیت از جمله اختلالات دیگه هست. شانت میتونه که نه چون در داخل سن کلان میشه، قد طفل هم کلان میشه، امکان داره کوتاه شود و همچنین بعضا اطراف خود شانت امای امکان داره تداوی پیدا کنه سبب انسیسن ابستراکشن شود. و اگر نظر به موقعیت شند که در رأس یا انتهایی که در داخل بوتنگ نهایت داخل مغزی وجود داره، امکان داره یک سبب بندش توسط کلات های خون شما یا به قسمت انساج دماغی اونو چسبیده باشه سبب جلوگیری از لیکاش یا بندش از شما، یا میتونه حتی سبب وجود آمدن یک حالت به حساب سیستیک مانند در داخل بوتنگ نهایت به وجود بیاره. و این از جمله اختلالاتی که امکان داره در وی پی شانت به وجود بیاید. قبلا طور که ذکر کردم ما میتونیم به شکل وینتریکول پلورال شانت و یا وینتریکول و پریکاردیال شانت هم تطبیق بدیم، یا که در این صورت ها نظر به اختلالاتی وجود داره و نوعی عملیاتی که امکان داره مشکل تر صورت بگیره معمول نیست و چندان مورد استفاده قرار نمیگیره و اختلالات از این اشکال نیست، بیشتر زیاد است مثل پریکاردیت مثلا به حساب از جمله اون و همچنین آریست قلبی که قبلا ذکر کردم در این شکل هم میتونه انا یاد باشه. استدبابات عملیات در نزد مریضا چی حالت هست؟ در چی حالت عملیات صورت میگیره؟ به خاطر از اینکه ما بهتر این رو بتونیم واضح تر بگیم در کدام مواقع در کدام موارد ما نمیتونیم عملیات کنیم، یعنی عملیات ما ریسپانس یا نتیجه خوبی نمیده. در مورد زمان عملیات باید تا ذکر کنیم که طور که در کتاب شما ذکر شده بهترین عملیات به حساب در قبل از 18 ماهگی گفته، ولی بهترین تایم عملیات برای 4 تا 6 ماهگی است. هر چقدر ما اگر امکانات ما وجود باشه هر چقدر زودتر بعد به تولد بعد از ولادت ما انجام بدیم، چانس از اینکه مریض بتونه از نظر مشکلات عقلی عصبی تشنجات عصبی یا دماغی که بعداً امکان داره وجود بیاد اختلالاتی امکان داره وجود بیاد کمتر می‌سازه. به همین خاطر هر چقدر زودتر صورت بگیره زمینه را برای انکشاف و رشد انساج دماغی بیشتر مساعد می‌سازه. و همین خاطر هر چقدر ای و عملیات ما زودتر صورت بگیره بهتر هسته. خب در کدام حالات ما می‌خوایم که صحبت کنیم که چرا عملیات انجام نمیدی، عملیات ریسپانس خوب نداره؟ یک در صورتی که مریض ما مصاب به یک چی داشته باشه تشوشات تاخر عظمی عصبی وجود داشته باشه، تشوشات روحی داشته باشه، مریض ما از نظر بینایی اونو معوف باشه، مریض ما در صورتی که پچول است انوس باشه، در صورتی که مریض ما اونو چی داشته باشه پارالایز داشته باشه سبب به وجود آمدن عدم فلج اطراف سفلی باشه، اینکانتیننس نزد مریض موجود باشه، سن بالاتر از خیلی بلند باشه که عملیات ریسپانس خوب نداشته باشه سبب بعضی شده باشه تا انساج دماغی معوف شده باشه چون برگشت نمیکنه، و یا حتی بعضا ذکر کرده که در صورتی که کلیفلت داره یا یکی پچول انوس داره در این صورت ها حتی گفته ضرورت به عملیات نیست، یعنی استدباب نداره عملیات از ریسپانس خوبی نمیده. به خاطر ازمو که این آفت هایی که اگر گفته مترافقه نزد مریض موجود باشه دلالت به این میکنه که آفت ما پیشرفته تره و انومالی های مترافقه بیشتر وجود داره، به همین اساس عملیات نتیجه خوبی نداره. صرف عملیاتی که صورت میگیره به خاطر از اینه که اندازه راست پیش از حد کلان نشه و بتونیم برای یک مدت کوتاهی که امکان داره مریض زنده بمونه چیکار کنه اینو بیشتر راحت‌تر باشه آسوده‌تر باشه، حمل و نقل از این و مادر پدر هم بتونه اونو بیشتر و طفل هم آسیب حملات کنولژن رو بیشتر تحمل کنه. این از نظر استدباب عملیات بود. خب موضوع بعدی تداوی از این تداوی چرا جرایی بحث کردیم تداوی طبی در صورتی که ما به هر علتی قادر به این نباشیم زمینه برای مساعد نباشه تا ما مریض عملیات بکنیم، ما باید تداوی طبی رو اشد اسرع وقت انجام بدیم، عبارت از مراقبت های ویژه خاصی که مخصوصی از مریض خواسته ما از جمله گفتیم نگهداری راست و موضوع به حساب جلوگیری از افزایش بیش از حد مایع سی اس اف افرازات از این می همچنین میتونم جلوگیری از اینکه چی نشه از نظر هایمودینامیک در صورتی که مریض استیبل نباشه باید این چیکار شه استیبل شه.
دوم تطبیق ادویه دیاموکس یا اسیدوزلاماید است که بهترین دوا از جمله دیورتیکا است که میتونه سبب جلوگیری از افراز بیسرشاد خود مایه سی سفت اسید سر خود چی شوه افرازات سی سفت میشه و یا دیورتیکای دیگه هم میتونه البته تاثیر داشته باشه ولی اسیدوزلاماید بیشترین استفاده داره. و همچنین ما میتونه با سیروم های هایپرتونیک نزد مریضا تطبیق کنیم به خاطر اینکه که چیکار کنیم جلوگیری بسازیم از افراز بیش از حد سی اس اف. همچنین اگر حملات اختلاجی و حملات استفراغات نزد مریض موجود باشه ما میتونیم از فنیلبوتال استفاده کنیم. و همچنین ادویه دیگه ای که به خاطر انکشاف دماغ صورت میگیره که میتونیم از مثلا پیراسیتام یا دیگه مثلا ذراتی که خود نش انکشاف نشه دماغ مصاب نشه میتونیم از مریضا استفاده کنیم تا بتونه انا طفلی که مساعد در عمل نسته یا دخل زندگی آرسوده تری رزده شد. خب کانجنیتال هایدروسفالوس رو تمام کردیم. موضوع بعدی و موضوع اکوارد هایدروسفالوس است. طوری که ذکر کردیم یا هایدروسفالوس معمولا به شکل کسبی ابتدایی وجود نداره، به شکل کسبی وجود میاد. به دو شکل هست، قبلا هم ذکر کردیم، کامپلیکیتد اکوارد هایدروسفالوس و نان کامپلیکیتد اکوارد هایدروسفالوس. معمولا نان کامونیکیتد اکوایرد هایدروسفالوس در اثر تومورهای دماغی که در قسمت خط متوسط دماغ وجود داره علاوه سبب چی میشه به وجود آمدن خود فشار آوردن برای بوتینات و همچنین فورامین مگنوم و یا فوهات که سبب جریان مایسیسف میشه بالا از فشار آورده سبب بندش از میشه و سبب وجود آمدن چی میشه یک هایدروسفالوس میشه. یا هماتوم های کلانی که امکان داره در داخل بوتینات در قسمت مرکزی وجود داشته باشه از اثر فشار آوردن بالا از سوها میتونه سبب به وجود آمدن یک یعنی کامونیکیتد هایدروسفالوس را به وجود بیاره. دوم در شکل کامونیکیتد هایدروسفالوسی که شکل کسبی هسته میتونیم از جمله انتانات مثل تبرکلوز یا منینجیت را ذکر کنیم که در اثر التهاب خود امی فرامین هایی که بین بوتینات لترال یا جنبی وجود داره قبلا هم ذکر کرده میدید بوتینات ها فوه ها چکار میکنه اوزایما آ پیدا میکنه التهابی شه خود رزی خورتر میشه در اثر از منینجیت یا تبرکلوز منینجیت تبرکلوزی که هسته وقتی که اینا قطر اوزایما پیدا میکنه قطرش تنگتر شد سبب تشکل یک سیکندری های هایدروسفالوس میشه که مسلما با برطرف کردن این انتانات امکان داره که دوباره پس آفت ما ترمیم شده از بین بره. بعضا خود خونریزی هایی که در داخل سب اروکنیدال اسپیس به وجود می آید می تانه سبب جذب سبب عزی بشه که جذب ما ای سی اس اف در سب اروکنیدال اسپیس چکار شنه معوف شوه یا در اثر خونریزی ساحه خود امی اروکنیدال ویلی ها یا امو مویک ها چکار کنه نه تانه خود ما ای سی اس اف را به شکل درست جذب کنه که می تانه سبب یک اکوارد هایدروسفالوس را شکل چی شوه سکندری شوه. خب از جمله اسباب ازی متد هایی که به وجود میاد همجی در شکل اکوارد یا کسبی ذکر شد. خب این اسم سر تدویزی در شکل اکوارد هایدروسفالوس معمولا بیشتر تداوی طبی موجود بسه به طور مثال اگر خونریزی موجود باشه در صورتی که خونریزی یا هماتوم موجوده خیلی زیاد نباشه به مرور خود ازی با در اثر تداوی طبی جذب میشه و آفت ما برطرف میشه. یا در صورتی که اگر انفکشن موجود باشه که در اثر گفتیم در اثر انفکشن التهاب مننجیت یا انسفالیت که دست وجود داره خود مسافه که فواهاد یا فوهی که بوتینات رو به هم ارتباط میده یا قنات هایی که بوتینات رو به هم ارتباط میده اینا چیکار میشه زایما میشه زایمایی میشه جدار از اینا سبب بندش قسمی یا تام از نمیشه که میتونه با تداوی انتی بیوتیک اونو بسیار وسیع ساحه و قوی اینا چیکار میکنه برطرف شه آفت برطرف شه. ولی در صورتی که مثلا به شکل سکندری خود تومورهای انترا برین یا داخل دماغی که میتونه سبب فشار وارد شده باشه با برداشتن از او که عملیات صورت میگیره میتونیم این آفت برطرف کنیم. یا در صورتی که مثلا تداوی شایی و یا تداوی شمورال شوه میتونه این تومورات سایزش خورد شوه و در صورت سایز خورد شوه این نواحی قنات ها از تحت فشار خارج میشه و تینا تحت فشار خارج میگیره سبب ازی میشه که آفتی ما چکار شوه برطرف شوه. تداوی جراحی عین شکل تداوی های طبیه که معمولا به شکل نادر از ضرورت بیمیشه در صورت که تداوی طبی ما
به شکست مواجه شود، در این صورت ما باید چند گذاری یا بیپیشند از مریض انجام بشه که متد عملیاتش و نحوه عملیات نحوه تطبیقش با امو اشکال قبلی که در شکل کانجنتال ذکر کردیم متفاوت نیست و عین شکل نزد مریض اجرا میشه. موضوعیت هایدروسفالوس، موضوعیت کانجنتال نمله آف ده هید تمام شد این مبحث. فصل بعدی انشاءالله در مورد البته مربوط فصل دوم در مورد اسپانوبیفیداست که آفات نخایی و از دماغ خلاص میشه انشاءالله بحث خواهد کردیم. در صورتی که مسئله ناید عزیز درباره موضوعاتی که ذکر میشه و بحث ها صورت میاد مشکلات وجود داشته باشه، از طریق میتونه اینترنت و یا حتی شماره مستقیم با این شماره که در پایین صفحه ذکر شده انشاءالله تماس برقرار کنن و موضوعاتی که تا حد توان انشاءالله مشکلی داشتن در خدمت برای حلشان در خدمت بزرگواران خواهد بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله.